آقا هر دوره ای، هر زمانی یک اصطلاحات مخصوص به خودشو داره. خب مثلا در زمان مثلا رضا شاه، اگه شما بغل یکی رد میشدی بهش میگی مثلا رسیدی یه دونه میس بده، خب همونجا میخواب اون زیر گوشت، خب فکر میکرد داری میگی بوس بده. حالا صحبت بوس شد، اگه میخواییم بوس بدین توی این قسمت کامنت ها میتونیم بوسم بکنین، از نظر من مانه اینه. حالا ما الان توی دوران وبتری هستیم، خب، و باید اصطلاحات مربوط به این وبتری رو بلد باشیم. اگه بلد نباشیم پس فردا میگن طرف بیسواده و در بهترین حالت 4 سال دیگه مجبوریم اینا رو یاد بگیریم. پس من توی این ویدیو از خود وبتری تا اصطلاحات رایجی که در وبتری استفاده میشه رو براتون شرح میدم و یاد میگیرید. خیلی هم راحته، برو بریم. سلام علیکم، شان هستم. اینجام که کلبه درویش، کانال ایتس بای شانه. اگر تا حالا توی این کانال نیومده بودی و به صورت اتفاقی داری این ویدیو رو میبینی، اینجا یه سری چیزا بهت یاد میدیم که از اون چیزایی که یاد گرفتی میتونی درآمدزایی بکنی، میتونی باز خودت پول در بیاری. این از داستان کانال هایی دوست داشتیم، پایین سابسکرایب رو بزن. آقا وبتری یعنی چی؟ ما اگر که بیایم این دوران رو به 3 قسمت تقسیم، یعنی بگیم وب 1، وب 2، وب 3 که الانه. وب 1 کی بود؟ اون اوائلی بود که اینترنت اصلا اومد، اصلا یه چیزی به اسم اینترنت اومد. فکر میکنم الگوش سال 1990 اون موقع ها بودش. اون موقع ها بچه ها اینترنت تعاملی توش نبود، یعنی یک سری سایت هایی بودن که فقط اینفورمیشن میدادن، مثل سایت های خبری، مثلا BBC، مثل نمیدونم فلان اینا که کمپانی بزرگ که وبسایت داشتن، بقیه فقط مخاطب بودن، یعنی بقیه فقط میشستن از اینا اطلاعات میدیدن و میگرفتن. اون زمان بهش میگفتن وب 1. بعدش یک سری پلتفرم هایی اومدن، یک سری امکاناتی اضافه شد، مثلا مثل وبلاگ، نمیدونم یادتونه یا نه، که تو وبلاگ مثلا میشستی حرفاتو درد دلاتو مینوشتی. خب یا بعدش مثلا اینستاگرام اومد، بعدش فیسبوک اومد، بعدش نمیدونم اون زمان یاهو 360 اومد، فلان اومد، یه تعامل ایجاد شد. یعنی قبل که توی وب 2 بودیم، شما توی اینستاگرام هم تولید محتوا می کردی، هم محتوا می دیدی، محتوا می گرفتی، هر دوش با هم. خب این شد وب 2. خب یعنی هر کسی تو خونش اصلا یه تولید محتوا کن بود واسه خودش، حالا توی اینستاگرام، پادکست، نمیدونم حالا یوتیوب، حالا هرچ. وب 3 چیه؟ وب 3 میگه که تلفیقی از هموناست، خب، با ادغام در رمز ارزها و بلاکچین. خب یعنی به تعبیری الان دیگه ما خودمون اینترنتیم، اینترنت خود ما هاست الان یه جورایی. اینجا سودش کجاست؟ یعنی یک سری تکنولوژی هایی که بر بستر بلاکچین اومدن اضافه شدن. خب و وب 3 اصلا خاصیتش چیه؟ اینه که غیر متمرکزه، یعنی مربوط به هیچ جای خاصی نیست، مربوط به نه ارگانی، نه شرکت بزرگی، نه کمپانی، هر چی که هست بسیار باز و کلیره. به خاطر همینم بعضی جا خیلی باش مخالفن، به خاطر اینکه میخوان تو انحصار خودشون باشه همه چیز. الان داره یواشونش از انحصاره در میاد. خیلی خوب، پس این شد مفهوم اصلا وب 3. حالا توی این وب 3 یک سری اصطلاحات هست
که الان اومده باید اینا رو یادش بگیریم. دونه دونه بهتون میگم یعنی قطعا مهمترین و پرکاربردترین که به گوشتون خورده خود NFTه، نان فانجبل توکن، توکن های غیر قابل تعویض، توکن های غیر مثلی. حالا خب یعنی چی؟ حالا به زبون راحتشو بخوام بگم یعنی هیچ توکنی برابری با توکن دیگه‌ای رو نداره. توکن یعنی چی؟ یعنی همون کاری که شما توی میری توی سایت ها میذاری NFTش میکنی، تبدیلش میکنه به یک توکن. اون عکس تو، اون انیمیشن تو، اون نقاشی تو تبدیل میکنه به یک توکن. وقتی توکن میشه دیگه بر بستر بلاکچین ثبت شده و دیگه مثل اون نیست. خب یعنی شما نمیتونی بگی توکن تو بده توکن منو بگیر. پس این میشه معنی NFT. میشتویم میگیم که مینتینگ یعنی چی؟ مینت یعنی چی؟ مینت بچه به اون عملیات یا اون فرایندی که اون عکس شما از یک فایل JPEG روی دسکتاپتون تبدیل میشه به یک NFT، به این فرایند میگن مینت کردن. یعنی میره یک اسمال کانترکتی اونجا امضا میشه که حالا در ادامه ویدیو بهتون میگن و اون تبدیل به NFT میشه. به این فرایند میگن مینت کردن. حالا این مینته یه جایی معنی دیگه ای هم داره. الان مثلا توی یک سری پروژه ها توی فاندیشن یا توی مثلا اوپنسی مینت کردن معنی خرید هم میده. یعنی شما اون کار رو دگمه مینت رو میزنی و یه دونه از اون کار رو میخری میاد تو ولتت. بازم این یه نوع فرایند محسوب میشه. خب میزنی این میاد توی ولت شما، یعنی شما میشه مالکش. داد این شد پس مینت کردن، فرایند تبدیل و ساخت یک NFT میشه مینت کرد. ولت چیه بچه ها؟ ولت همون کیف پول دیجیتالیه. تو چند وقت دیگه کلن اصلا این آبربانک و نمیدونم مسترکارد و فلاینا احتمالا میره کنار به عمر ما اگه برسه. دیگه الان همه کیف پول دیجیتال دارن، مثل تمپل، مثل متامسک، مثل تراست ولت، مثل اینا. به اینو میگن ولت، دیجیتال ولت بهشون میگن، که نقل و انتقالات مالی و خرید فروش ها توسط این کیف پول انجام میشه که بسیار هم امن هستش اگر که امنیتش رو رعایت کنیم. امنیت این کیف پول ها و ساخت این کیف پول ها قبلا ویدیو درست کردم اینجا ویدیوش میاد. اسمارت کانترکت چیه؟ اسمارت کانترکت یک نوع قرارداد هوشمنده. اصلا اسمش معلوم دیگه، اسمارت کانترکت، قرارداد هوشمندی که بدون هیچ واسطه ای بین شما و اون در واقع فروشنده یا خریدار ساین میشه. خب یا اون پلتفرم ساین میشه، به این میگن اسمارت کانترکت. حالا اسمارت کانترکت شخصی هم میتونید داشته باشید، یعنی شما خودت میتونی واسه خودت یک اسمارت کانترکت تعریف بکنی، بنویسی، توکن ها تو NFTات رو توی اسمارت کانترکت خودت قرار بدی. حسنش چیه؟ حسنش اینه که مثلا شما اگر که بری کاراتو بذاری توی اوپنسی، بعد اوپنسی اگه دسترسی شما رو ببنده، بنت بکنه، که این اتفاق خیلی افتاده، شما میتونی کاراتو ورداری ببری بذاری یه جای دیگه. توی ولتت هست، توی اون اسمارت کانترکتت هست، میمونه اونجا. اینم از اسمارت کانترکت. در واقع همون وقتی ولتت باز میشه، اون ساین میکنی، اونجا نوشته که اینجا رو مثلا ساین کن برو مرحله بعدی، اون در واقع شما داری اون قرارداد هوشمنده رو داری امضا میکنی. خب اینا مسی. گس فی یعنی چی؟ خیلی میشتویم میگیم که مثلا گس فی، الان گس فی بالاست، الان گس فی پایینه، گس فی بالا رفته فلان. گس فی یعنی چی بچه‌ها؟ گس فی اون کارمزدیه که شما بابت هر تراکنشی که در بلاکچین انجام میدید به اون در واقع ماینرها تعلق میگیره، به این میگن گس فی. حالا چرا قیمتش متغیره؟ دقیقه 30 ثانیه یه بار این قیمتش تغییر میکنه. بستگی به شلوغی حجم تبادلات و معاملات در شبکه بلاکچینه. خب آخر هفته که مثلا حجم معاملات کمتره، گس فی قیمتش پایین تر میشه. توی یه ساعت هایی در وسط هفته یا حالا هر موقعی ممکنه قیمتش خیلی بره بالا. این بستگی به اون
حجم شبکه داره در واقع، خب که چقدر شلوغ باشه چقدر خلوت باشه. عموما هم به ماینرها تعلق میگیره این گسبی، میشه همون کارمزد. شما میری مثلا کارت میکشی یه جای، مثلا یک سومن هم بابت کارمزد ازت کم میکنه دیگه، این همون در واقع کارمزد است، بهش میگن گسفی. یعنی گس که میشه مثلا بنزین، فی که میشه قیمت، قیمت بنزین. حالا چرا بنزین بنزینه شما نمیدونن. بچه رویالتی یعنی چی؟ رویالتی میشه حق کمیسیون اون کریتور، اون صاحب اثر. شما وقتی کارت رو میفروشی و اون دوباره میفروشه و اون دوباره میفروشه، اونر اون کار تغییر پیدا میکنه. خب کریتور شما این، یعنی اون صاحب اثر شما این، فقط این داره از یک خریدار به یک خریدار دیگه این منتقل میشه. حالا وقتی که این انتقال اتفاق میفته، شما به عنوان مالک اثر تا ابدالآباد اگر که این فروخته بشه، خب به عنوان صاحب اثر 10%، 15%، 12%، حالا هر چند درصدی که خودتون موقعی که دارین کارتون رو میذارید توی NFT، یعنی در واقع NFT میکنید، تعیین میکنید، به اون مبلغ درصد از اون فروش دوباره به حساب ولت شما برمیگرده. خب به این پولی که میاد توی حساب شما میگن رویالتی. خب به زبان ساده میشه همون چیز شما، میشه همون کمیسیون شما. خب یعنی کارتو شما مثلا گذاشتی یک اتر، بعد این به قیمت مثلا 5 اتر بعدها اگه فروش بره، 10% اون 5 اتر مثلا 2 سال دیگه دوباره میاد توی حسابت. این رویالتی بچه خیلی چیز مهم و باحالیه. خب یعنی شما مادام العمر از اون کارت میتونی پول در بیاری به اندازه‌ای که در سکندری مارکت فروخته بشه. خب اینه. بس مثلا بچه شما تازه وارد NFT شدی، به تو میگه مثلا کاراتو تو کدوم مارکت پلیس گذاشتی. خب مارکت پلیس در واقع همون سایت های واسطه ای هستن که شما NFTو تو اونجا داری میفروشی، مثل اوپنسی، مثل راریبل، مثل مثلا آبجکت، مثل فاندیشن، مثل سوپر ریال، مثلا این سایت هایی که NFTو تو اونجا میفروشین به اینو میگن مارکت پلیس های NFT. خب که در ازای فروش شما یه درصدی اینا میگیرن، کمیسیون میگیرن، مثلا 2-2.5% از فروشی که داشتین خدمت عرض کنم که اینا مارکت پلیس از شما میگیرن. حالا مثلا اوپنسی چون گسفی نمیگیره بیشتر داره چیز میگیره، چی میگن؟ درصد میگیره از شما. خب سایت دیگه کمتر درصد میگیره ازش. به این سایت ها میگن مارکت پلیس. خیلی هم عالی. حالا یه واژه دیگه داریم بچه‌ها به اسم رریتی. خب رریتی یعنی چی؟ رریتی در واقع داره ویژگی خاصی که اون توکن NFT شما داره رو تعیین میکنه. خب و این رریتیه دقیقا روی قیمت اون کار تأثیر مستقیم داره. یه مثال بسات بزنم. مثلا شما مثلا 100 تا کار یک مجموعه کالکشنی رو مثلا توی اوپنسی گذاشت، مثلا از اون 100 تا اسب آبی شما 2 تاشون فقط گردنبند طلا دارن، اون 2 تا خیلی ریرن، خیلی رریتیشون بالاست، یعنی یک ویژگی و خصوصیت بهتری نسبت به اون 99 تا 98 تا کار دیگه دارن و طبیعتا قیمت بالاتری هم دارن. در واقع کمیابی اون توکن رو اون رریتی مشخص میکنه که چقدر کمیابه، چقدر ازش کمه. خیلی خوب، اینم پس شد معنی رریتی. یعنی خب بچه یه توکن آیدی احتمالا دیدین دیگه توی صفحاتون، توی اون مارکت پلیس ها بغل کارتون یه توکن آیدی نوشه. این توکن آیدی در واقع شناسنامه، شماره شناسنامه اثر شماست که در بلاکچین ثبت شده، یک مثلا عدد بی سابقه که این همون شماره شناسنامه کار شما محسوب میشه، بهش میگن توکن آیدی. خب
که میتونیم سرچش بکنیم، مثلا میگن آقا مثلا من کارم کجاست، مثلا توکن آیدیشو سرچ میکنی، مثلا اون میاد تو ولتت پیداش میکنی فلان از اینجور. خب معنیش در واقع همینه. و در آخر بچه ها PFP NFT ها چی هن؟ خب بهشون میگن PFP. اینا NFT هایی هستن که بر اساس تصویر پروفایل پیکچر ساخته شدن. خب مثلا مثل برده ای پا، مثلا مثل همین پروژه پیگی پنگوان که من توی صفحه تویترم اکس تویترم PFP تویترم پیگی پنگوانه، یه جورایی چوس کلاس گذاشتنی که مثلا من فلان NFT رو دارم، من مثلا اونر مثلا یه دونه پیگی پنگوانه، خب مثلا من اونر یه دونه مثلا مثلا هولدر یه دونه مثلا برده ایپن، اون برده ایپن رو میذاره روی پروفایل پیکچرش، خب میخواد تو حلق همه بکنی که من اینو دارم. خب گرون هم هست دیگه، حق داره دیگه، مثلا $200,000 دیگه. به اینو میگن PFP NFT، پروژه هایی که بر اساس پروفایل پیکچر مثلا ساخته میشن. خب مثلا آزوکی هم همینجوره دیگه، مثلا تو این پروژه ها چی بهتون میگن، والا بچه ایرانی هم اتفاقا مثلا از این کاری PFP زیاد پروژه PFP داشتن روز کردن اینا. خب بچه این اسما، این واژه ها زیادتر هم خواهد شد، خب اینها ادامه دار خواهد بود، ولی اینا دیگه اون بیسیک های داستانه که باید بلد باشین اگر که بخواین در NFT شروع کنین به کار کردن و فعالیت کردن. دیگه اون بیسیک هاست دیگه. خب من این لیست رو کامل میکنم، اگر شما هم واژه‌ای به ذهنتون میاد که من توی این ویدیو نگفتم توی کامنت ها بنویسین که هم من ببینم هم بقیه بچه ها کامنت ها رو ببینم. ماشاءالله بچه ها همه کامنت ها رو بقیه میان میخونن، اونجا بنویسین بچه ها توی کامنت ها واسه من اگه چیزی رو من یادم رفته بود. و اینکه بچه ها جان من به فینگلیش واسه من کامنت بذارین، اگه میخواین کامنت بذارین با تایپ فارسی نذارین، به فینگلیش بذارین، واسه اینکه حروف فارسی و تایپ فارسی رو یوتیوب حذف میکنه خیلی هاشو، به فینگلیش بنویسین. و اینکه لایکی که شما میکنین که خیلی کار راحتی واسه شما، به شدت برای بزرگ شدن و رشد کانال من تأثیر گذاره، پس بنابراین این لایک رو بزنید لطفاً. کانالم اگه سابسکرایب نداری سابسکرایب بکنید، در آینده ویدیوی بیشتری خواهیم گذاشت و احتمالاً لایف های هفتگی خواهیم داشت با شما. خیلی شکرم بچه ها، من برم بخوابم فعلا، بوس به کلهاتون، خدا حافظ.